در سال 1312 بود که جیمز هنری بریستد با یک هواپیمای اختصاصی به ایران می آید و مستقیم به تخت جمشید می رود تا از کاوش ها بازدید کند. در این سفر پسر بریستد و گروه فیلمبرداری دانشگاه شیکاگو اقدام به ساخت فیلمی مستند می کنند. این فیلم برای نخستین بار فعالیت‌های گروه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو را در تخت جمشید مستندسازی کرده است. هرسفلد اما در ادامه کار خود با مشکلاتی نیز مواجه شد. ابتدا با معاون خود کرفتر درگیر اختلاف می شود. از سوی بین او و آندره گودار نیز رقابتی پدید می آید و با آرتور پوپ هم روابط قهرآمیزی پیدا می کند. بدتر از اینها به میزان زیادی پشتیبانی های دولت و سیاستمداران را نیز از دست می دهد. به خصوص حمایت گراف فون در شولنبرگ سفیر آلمان در تهران را. همان سیاستمداری که بعدها در طرح سوء قصد نافرجام به هیتلر دستگیر و اعدام شد. این سنگ نوشته بر دروازه خشایارشا از او به یادگار مانده است. هرتسفلد دو قطعه سنگ از تخت جمشید را به ولیعهد سوئد هدیه می دهد. این نامه نمونه ای از نامه نگاری های اداری درباره اقدام هرتسفلد در بیرون بردن اشیاء عتیقه لابلای لوازم شخصی ولیعهد سوئد است. این کار برای هرتسفلد بسیار گران تمام می شود. این رخداد و همه آن اتفاقها باعث تزلزل موقعیت او در ایران شد. از طرفی حزب نازی در آلمان به قدرت رسیده و هرتسفلد ناخواسته متهم به جرم یهودی بودن شده بود. همکارش لانگستورف برایش پرونده سازی کرده بود. در این هنگامه روابط حکومت ایران و آلمان نازی نیز گسترش پیدا می کند. پس کار هرتسفلد تمام است. چندی بعد هرتسفلد را هنگام خروج از مرز ایران با اشیای باستانی که متعلق به خودش بود دستگیر می کنند. این اشیا مربوط به تخت جمشید نبود، اما در سوء ظن نسبت به هرتسفلد مؤثر افتاد و این چنین پرونده او برای همیشه در ایران و تخت جمشید بسته می شود. این نامه وزارت معارف درباره خروج اشیای عتیقه توسط هرتسفلد است. دکتر فردریش اشمیت، باستانشناس آلمانی با تابعیت آمریکایی. او از طرف مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو جانشین هرتسفلد می شود. اشمیت کارش را در ایران با کاوش در تپه حصار دامغان آغاز کرد و بعد در شهر ری ادامه داد. مری هلن، دختر یک میلیونر آمریکایی. او با اشمیت آشنا شده و پیشنهاد می‌دهد تا از محوطه‌های باستانی ایران عکس هوایی تهیه شود. آنها برای این کار یک هواپیمای تک موتور تهیه می‌کنند و نامش را دوست ایران می‌گذارند. پس این هواپیما وسیله رفت و آمد اشمیت می‌شود میان دو محوطه باستانی ری و تخت جمشید. اشمیت با هواپیمای دوست ایران بسیاری از محوطه‌های باستانی ایران را عکاسی می‌کند که نتیجه آن عکاسی‌ها در کتاب پرواز بر فراز شهرهای ایران به چاپ می‌رسد. اشمیت در سال 1314 کارش را در تخت جمشید آغاز می‌کند. او از کار در مناطقی که هرتسفلد کاوش کرده بود پرهیز می‌کند، اما هرتسفلد هم پس از بازگشت به آمریکا هیچگاه نتایج کاوش‌های خود را منتشر نکرد.
اشمیت ابتدا به سراغ باروی شمال شرقی و تکمیل کاوش‌های آن می‌رود و در جریان تکمیل کاوش‌های باستانشناسی به 7 لوح سنگی برمی‌خورد. این الواح سنگی مربوط به دوران خشایارشا است. در همین زمان است که اشمیت با هواپیمای دوست ایران از تخت جمشید عکس‌های هوایی دقیقی می‌گیرد و نقشه نمای کامل تخت جمشید را ترسیم می‌کند. اینجا خزانه تخت جمشید است. بهار سال 1315 کاوش در این مکان آغاز می‌شود. کارگران میزان گستردگی از خاک را خارج می‌کنند. به تدریج پای ستون‌های بنای خزانه آشکار می‌شود. در ایوان‌های شرقی و جنوبی حیات مرکزی کاخ خزانه دو نقش برجسته پیدا شد. نقش برجسته شرقی در جای خود مرمت شده است، اما نقش برجسته جنوبی به اینجا موزه ایران باستان منتقل شد. باستانشناسان ابتدا فکر می‌کردند این نقش برجسته‌ها مربوط به بار عام داریوش بزرگ است، اما پژوهش‌های بعدی مشخص کرد که این نقوش مربوط به بار عام خشایارشا است. همانند این نقش در بالای درگاه‌های کاخ صدستون خشایارشا نیز دیده می‌شود. اشمیت علاقه‌مند بود که این نقش صدمه دیده را به دانشگاه شیکاگو ببرد، اما با مخالفت دولت ایران مواجه شد. بعدها ایتالیایی‌ها نقش را مرمت کردند. در اتاق شماره 33 خزانه 750 لوح گلی دیگر هم پیدا شد. این الواح نیز همانند الواح باروی شمال شرقی حامل اطلاعات اداری و مالی و نحوه نظارت بر امور هستند. تمام الواح با خط ایلامی نوشته شدند. این الواح اکنون به عنوان الواح خزانه تخت جمشید شناخته می شوند. جورج کامرون این الواح را ترجمه و ریچارد هلاک نیز متن آن را تصحیح کرده است. این گل نوشته ها به همراه کتیبه های کوچک گلی باروی شمال شرقی به آمریکا ارسال شد. حاصل 4 سال مطالعات اشمیت در تخت جمشید به این قرار است: بررسی و کاوش در چاه موسوم به آبنبار سنگی، کاوش و پاکسازی تالار صدستون و ایوان صدستون و ساماندهی بنا، پاکسازی جبهه شمالی کاخ آپادانا، کاوش در قسمت شمالی کاخ زنان، تعمیر و مرمت بناها، کوتاه کردن دیوارهای خشتی خزانه تا ارتفاع قابل نگهداری، اما بالاخره در سال 1318 با شروع جنگ دوم جهانی عملیات کاوش در تخت جمشید متوقف شد. اشمیت به رغم مخالفت‌های دولت ایران موفق می‌شود مجموعی از اشیاء را که سهم مؤسسه شرق‌شناسی است با تلاش فراوان بسته‌بندی کند تا به شیکاگو فرستاده شود. آخرین محموله اشیا در چند کشتی بارگیری شدند، اما یکی از کشتی‌های حامل این گنجینه تاریخی پیش از آن که به آمریکا برسد در دریای کارائیب توسط زیردریایی آلمانی غرق شد و به این صورت تمامی اشیای گرانبهای آن نیز از دست رفت. به تاریخ دی ماه سال 1318 هواپیمای دوست ایران به انجمن هواپیمای ملی ایران اهدا شد. از سرنوشت این هواپیما هیچ اطلاعی در دست نیست.